امر خلاق نه تنها از فرمولی پیروی نمی کنه، بلکه حتی در مسیر پیشرفت خودش ممکنه فرمولهایی رو هم نقض کنه، اما نتیجه کار یک پدیده خارق‌العاده به وجود بیاد. در این حال زمانی خلاقیت سرشار از اصالت خواهد بود که سطحی از شناخت و دانش درباره تعاریف بنیادی و روش‌ها در اون ذهن وجود داشته باشه. اما باید این حقیقت رو بپذیریم که گاهی جهان خیال و ذهن خلاق چیزی رو میتونن تولید بکنن که با فرمول‌ها و روش‌های قبلی دیگه نشه بیانشون کرد. بله، اینجا داریم درباره تکنیک صحبت میکنیم. این فرمول ها و روش ها همون تکنیک هستن و اون ایده هایی که میتونن کاری بکنن تا تکنیک یکم به خودش بیاد و خودش رو رشد بده، محصول همون ذهن خلاقن. نکته خیلی مهم میرسیم که یک دغدغه آموزشی خیلی مهم هم هست. آیا بنیان ذهن و تربیت ذهن رو باید بر پایه آموزش‌های فرمول بندی شده و تکنیکی گذاشت، یا باید خصوصاً در سالهای اولیه زندگی ذهن رو آماده خیال ورزی و گشت و گذار در هزار توی تخیل کرد؟ اگر بخوایم به آموزش هنر برگردیم، به زبان ساده‌تر، بازنمایی تخیل یا بازنمایی واقعیت، کدوم یک به پرورش خلاقیت و ذهن خلاق منجر میشه؟ من همیشه اینو تکرار کردم که چرا اینا مهم میشن و چرا میگن گبه اصیل؟ برای اینکه وقتی که یک چیزی اصیله، اصیل چیز مهمی نیست، یعنی ریشه داره. و جالبه که توی خلاقیت یکی از مسائل مهم اصالته. همه فکر میکنن وقتی میگیم یک گبه اصیل داریم یا یک مثلا قالی اصیل داریم یعنی قدیمی. چرا؟ برای اینکه موقعی که من سوال میکنم آیا لحظه‌ای که بافته شد این قدیمی بود؟ جوابش اینه که نه، قدیمی نبود. اما چون بافته شد و چون خلاق بود و چون از نیاز درونی این بافته شد و چون بازاری نبود، بازاری چیز بدی نیست، بازاری یعنی که تو ملاحظات دیگه مادی رو ترجیح بدی به درونت، اگه نه رفعه بدی نیست. وقتی که این در حقیقت میخواست برای نیازش ببافه، در این حال فرصتی بود که هرچی تو جونشه، هرچی تو خاطرشه این رو بیاد. ولی جالبه بگم که من اینو گرفتم انداختم اینجا، دوستی آورده بود، احساس کردم این دوتا فرم اینجاست. گفتم این فرما چیه؟ دوستم گفت گفتن اینا رو سوراخ میکنن و تو چادر که میخوام پهن کنن آویزون میکنن. تا اینو گفت فهمیدم بی خوده. برای اینکه چطور میشه اینو این کارو بکنن؟ برای اینکه اینا اگه بخوان سوراخ کنن که این اصلا در میره. اگه میخواستن این کارو کنن این سوراخ ها در تعبیه میکردن تو این تو. چرا اصلا توش آبی هست؟ چرا توش نارنجی هست؟ یه مربعه. یادم افتاد که وقتی که ما خیال میکنیم، خیال پرسپکتیو نداره. اوزم پرسپکتیو مال وقتیه که من ایستادم به جهان و میگم همه چیز به مقابل چشم من میرود. در حقیقت شاعر طبیعت و بهونه قرار میده، همونطور که نقاشم طبیعت و بهونه قرار میده. متاسفم که وقتی ما این حرفو میزنیم میبینیم که کسی مثل پل کلی قبل به صورت فرمول میگه هنرمند دیدنی ها را تکرار نمی کند، بلکه به نادیده ها خاصیت دیده شدن میبخشد. مثل همیشه منتظر پاسخ های شما هستم. گفتگوی ما تا ویدیوی بعدی در قسمت کامنت ها زیر همین پست ادامه خواهد داشت. ضمن اگر کسی یا کسانی رو میشناسید که میشه اونها رو آدم های خلاقی دونست، خودشون رو و کارهاشون رو به ما معرفی کنید.